سلام، بذار از اول بگم. یه شب بارونی بود. نه، از قبل تر شروع میکنیم. هوا هنوز روشن بود. در اصل ساعت تقریبا اولوش 4-5 بعد از ظهر بود. یه روز بارونی و سرد تو شمال کشور. من رو کاناپه خونم نشسته بودم و به دور از سرما داشتم یه پیتزای داغ و خوشمزه رو میخوردم که سرمای بیرون رو کاملا از بدنم دور میکرد. ویدیوی جدیدی که تو کانالم گذاشته بودم و داشتم میدیدم. با خودم فکر میکردم که چرا مخاطبای این ویدیو رو دوست نداشتن؟ مگه چه مشکلی داره؟ تصمیم گرفتم برم و پربازی ترین ویدیویی که تو کانالم هست رو ببینم. حدس میزنی چه ویدیویی بود؟ خرید جن از دارک وب. الان یه مدتی میشه که همچین کارهای دیگه نمیکنم. با خودم فکر کردم و دیدم کسایی که منو دنبال میکنن عاشق همچین دیوونه بازیاییه. خرید جن، خرید خوناشان. پس منم باید اون چیزی که اونا میخوان رو بهشون بدم. خب اونا چی میخوان؟ با خودم فکر کردم، دیدم چی میشه اگه یک بار دیگه جن بخرم. الان میخوام یک بار دیگه یه جن از دارک وب بخرم. سلام بچه ها، خوش اومدین به این ویدیو. من فزیم و امروز همونطور که میدونین یه روز بارونیه و امروز ما قراره برای بار دوم توی کل یوتیوب فارسی که بار اولش هم خودمون انجام دادیم یه جن از دارک وب بخریم. ولی مطمئن باشین که قبل از اینکه ویدیو شروع بشه کانال من سابسکرایب میکنین، این ویدیو رو لایک میکنین و تو کامنت های هشتگ فسفن میذارین تا به خانواده ما بیاد. و همینطور اینستاگرام من باید همون فیزیک اینجا میاد و حتما فالو کنین. همونطور که تو اول ویدیو گفتم ما قراره یه جن از دارک وب بخریم. دفعه قبلی که این کارو انجام دادم یه خورده اوضاع پیچیده شد. محصولی که دستمون رسید یه خورده مشکل داشت و کلی چیزای دیگه. ولی این دفعه میخوام برم از توی سایت دارک وب کاملا معتبر باشه و میخوام یه سری اجسامی که توشون جن گیر کرده یا وسایلی که باعث میشه ما ارتباط برقرار کنیم با این موجودات رو بگیرم. ولی خبر خوبم براتون دارم. همین الان که من دارم باهاتون صحبت میکنم محصول رو من سفارش دادم و محصول همینجاست. فقط قبل از اینکه محصول رو باز کنم و بهتون نشون بدم میخوام بهتون بگم که چه چیزهایی تو سایت بود، سایت چجوری بود و شکل و شمالش رو بهتون نشون بدم. وقتی درد نمی کنم بریم تو سایت رو سایت چک کنیم، توضیحات رو بهتون میدم. بچه ها بریم سراغ عروسک و سایت. همونجور که میتونید اولین عروسک رو ببینید، عروسکیه که نوشته واسه سال 1950. یه عروسک واقعی تصویر شده است. پارانورمال یعنی چی؟ یعنی ماورالطبیعه است. و حالا راستی بچه من چرا دارم وارد این سایت شدم و چرا دارم بهتون عروسک نشون میدم؟ آها، اینجا جایی که داستان جالب میشه. من تحقیق کردم دیدم اگه ما بخوایم جن و اینجور چیزا بخریم از تو سایت خارجی خیلی سخت پیدا میشه. تصمیم گرفتم این دفعه برم یه محصولی رو بگیرم که مطمئن باشم از توش یه چیزی در میاد و واقعا ارزشش رو داشته. عروسک بعدی رو بهتون نشون میدم. هانتد دول رایلین، اسمش رالینه و بسی باندت پیر اکتیو اسپر. دو تا روح داخل این عروسکه. من نمیدونم چقدر این حرفایی که میزنم میتونه درست باشه. 28 دلار قیمتشه. همینطور که میتونید توی این سایت کلی عروسک‌های مختلف هستش و اینکه خیلی ناراحت صد لانلی اند لاست گرل دور. این خیلی عروسک ناراحته. و خب بچه ها الان میخوام بهتون دلیلش رو بگم که چرا من این عروسکی که قرار با هم دیگه ببینیم و انتخاب کردم. اول ببینیم عکسش رو بهتون نشون بدم بعدش توضیحات رو میدم بهتون. خب بچه ها همونطور که میتونید ببینید عروسکی که من انتخاب کردم این عروسکیه. چون دو دلیل داشت که انتخابش کردم. یک، به خاطر چشمای زیبایی که داشت و از ظاهر جذابی که داشت. دلیل اینکه انتخاب کردم چی بوده؟ مثل اینکه این عروسکی از یه دختر پرنسس نجیب زاده است واسه سال 1933. روحی که تو این عروسک واسه سال 1933 است مثل اینکه شبه خونساز، یعنی نه خیلی بده و نه خیلی خوبه و گفته شده که برای افرادیه که هم آماتورن هم حرفه‌ای‌ان. و این یه خورده منو میترسونه چون من ترجیحاً تو اینجور چیزا آدم پرو و حرفه‌ای نیستم. من تحقیقات زیادی کردم و دیدم برند هانی هانتد دولز یا HHD دو تا داداشن که میرن عروسک های نفرین شده و اینجور چیزها رو میرن میگردن سر تا سر جهان پیدا میکنن و میفروشن توی
سایت‌های مختلف و چند تا عروسکی که فروخته بودن به یوتیوبرها، آدمای مشهور رو رفتم دیدم. دیدم همه اونایی که عروسک ازشون خریدن یه سری حرکات عجیب غریب از عروسک ضبط کردن. پس با خودم تصمیم گرفتم که بد نمیشه که منم برم عروسک شرکت اینا رو بخرم. و اونی که با بودجه من سازگار بود و میتونستم بگیرم همین عروسک بود. و از طرفی اینا جزو معدود افرادی بودن که به ایرانم پست میکردن، چون بی شمار سایت وجود داره که اینجور کارا رو انجام میدن، ولی تقریبا میشه گفت 90% اصلا به ایران پست نمیکنن. خودشون به من گفتن که این عروسک خیلی عروسک خطرناک و عجیب غریبیه و تضمین بهم دادن که این عروسک تو شروح داره و گفتن که دستور عمل برات می‌نویسیم که چه کارهایی باید انجام بدی، چه جوری باید بازش کنی و کل چیزها رو توضیح میدن. حالا میخوام برم جعبه رو براتون بیارم، بهتون نشون بدم که چی کار باید بکنیم و قضیه از چه قراره. دو روز قبل از اینکه این ویدیو رو بگیرم بستر رو گرفتم و بستر رو باز کردم و با واسه پست به دستم رسیده و اینش خیلی برام جالبه و یه سری محتواش رو جابجا کردم. حالا میخوام بهتون نشون بدم که توی جعبه چی بود و کل دستور عملش رو براتون میخونم. بریم اول بستر رو بهتون نشون بدم. خب الان قراره واسهتون باز کنم بچه. این جعبه شما قبلا خودم همونطور که گفتم باز کردم، محتواش دیده بودم که شاید اگه چیزی جا مونده باشه بگم، عروسکم از اینجا خارج کردم. خب چیزهایی که توی جعبه بود رو تک تکش رو بهتون جلوی دوربین نشون میدم. یه بسته بود اینجا توش، این خیلی جالبه، من نمیدونستم که این بسته دقیقاً چیه. خب بعد این باز کردم و ببینم چیه، دیدم شاید باورتون نشه ولی اوده. بچه‌ها در کنار این جعبه‌ای که به من رسید یه نامه‌ای کنارش بود که گفته بود چجوری برای اولین بار وقتی وارد خونه شده براش مراسم اعزار کنید که اونجا رو مثل خونه خودش بدونه. و اولین چیزی که گفته بود یه عود به ما داده بود و گفته بود این عودو توی خونه روشن کن و توی کل خونه روشن کن و الان قراره این کارو کنه. نوشته قبل از اینکه هر کاری انجام بدین بهش خوش آمدگویی بگید. اون یه پرنسسه، باهاش مثل یه پرنسس برخورد کنید. جلوی خودتون بنشونید، اون فرش قرمزی که گفتم رو پهن کنید. در تاریکی مطلق باشه، فقط با شمع اتاق روشن شده باشه، دو تا شمع بیشتر نباشه و وسط اون فانوس قرار بگیره. اگر به هر دلیلی فانوس بدون اینکه چیزی درونش باشه شروع به روشن شدن کرد و یا هر کدوم از شمع‌ها خاموش شدن، درجا به من تماس بگیرید و به من اطلاع بدید. خب من فرش قرمز رو پهن کردم، روش وسایل اونطوری که گفته بود چیدم، گفته بود که دو تا شمع روشن کنید، محتویات شیشه رو بزنید روی فرش قرمز، عروسک رو جلوی خودتون بذارید. قبل از اینکه هیچ کاری باش بکنید و هیچ حرفی باش بزنید، اول باید بهش خوش آمد بگید. سلام، خوش اومدی به اینجا، امیدوارم با هم دیگه اوقات خوبی رو داشته باشیم و تو از این به بعد اینجا زندگی کنی. نه من کاری به تو دارم، نه تو کاری به من داشته باشی. بچه انجامش دادم، درسته، ولی شاید باور نکنید من معمولا اینجور چالش هایی که گرفتم توی خونه بودم احضار روی بلادیمری کردم یا مثلا همزاد خودم رو سعی کردم احضار کنم، همیشه یه نفری پیش من بوده، همیشه من از ادیات یه نفری گذاشته بودم که حواسش به همه چی باشه، اگه 1% اتفاق بدی بخواد بیفته که بیشتر از 2-3 بار داشت اتفاق میافتاد توی خونه ما، به من اطلاع بده. ولی این دفعه فرقش با دفعه های قبلی این بود که من تنها بودم، واقعا وقتی داشتم این کار انجام میدادم موهای تنم سیخ شد، خدا میکردم که زودتر تمام بشه و واقعا اسم میگم یه چیزی راجع به این عروسک خرابه. هنوزم همونجا گذاشتم، حتی بهش دستم نزدم چون واقعا حس خیلی بدی نسبت بهش داشتم. این ویدیو یکی از سخت‌ترین و ترسناک‌ترین ویدیوهایی بود که من گرفتم. دوستان اگه این ویدیو رو دوست داشتین ویدیو رو لایک کنین و اگه دوست دارین بازم یه عروسک نفرین شده بخرم حتما تو کامنت‌ها بگین. و بچه ها اگه این عروسک تکون خورد، هر اتفاقی افتاد، نمیدونم صدا شنیدم، شب اومد بالا سر، هر چیزی شد من بهتون اطلاع میدم. و راستی یه چیزی راجع به این اتاق من، این بخش استودیومش بهت بگم، هر کسی که وارد این اتاق میشه چند شب بعدش کابوس میبینه یا همون شب به مدت چند شب کابوس میبینه. من همیشه خدا یه مدت اینجا کابوس میدادم ولی مثل اینکه دست از سر من برداشته هر چیزی که اینجا هست و داره میره سراغ کسایی که من میشناسم.